سرتیتر خبرها. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان خواستار شفاف سازی درباره کشته شدن سپهر شیرانی شد. ابراهیم رئیسی میگوید اگر کشوری جنگ را آغاز کند جواب محکم میدهیم. همزمان با حملات هوایی اسرائیل به دمشق، سعید علیدادی یکی از مستشاران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در این حمله کشته شد. وزارت اطلاعات ایران مدعی شد که تعداد قابل توجهی جاسوس اسرائیلی را در 28 کشور شناسایی کرده است. وزارت خارجه کانادا در پیامی ضمن محکوم کردن موج اعدام‌ها در ایران اعلام کرد که این کشور در کنار مردم ایران می‌ایستد که خواهان عدالت هستند. یک سرباز وظیفه در کلانتری 14 پاکدش سهواً یک نیروی کادر پلیس را کشت و سپس به خودش شلیک کرد و به زندگیش پایان داد. شماری از خانواده‌های اعدام شدگان در برلین خواستار جلوگیری از قتل عام زندانیان در ایران شدند. زندانیان اعتصابی قزل‌حصار از ندا ناشف معاون کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل برای دیدار و گفتگو دعوت کردند. اسرائیل توافق احتمالی با حماس در مورد آزادی گروگان‌ها را دور از دسترس می‌داند. کارزارهای انتخاباتی دونالد ترامپ و نیکی هیلی روز پنجشنبه در کارولینای جنوبی داغ شدند. آمریکا در حال بررسی امکان حضور کنسولی در افغانستان بدون شناسایی حکومت طالبان است. به دنبال اعتصاب 90,000 راننده اتوبوس و تراموا در آلمان، سفرهای درون شهری میلیون‌ها مسافر مختل شد. ارتش پاکستان اعلام کرد که در 3 روز گذشته 24 شبه نظامی را در ایالت ناآرام بلوچستان در جنوب غربی این کشور کشته است. به دنبال رواج دزدی از خودپرداز با مواد منفجره در آلمان، دزدان یک بانک را در هسن آتش زدند. و پژوهشی جدید توسط دانشمندان چینی نشان داد که نوشیدن 3 فنجان چای در روز عمر انسان را طولانی می کند. شما بینندگان گرامی شبکه جهانی پارس، من لیلا هاشمیان هستم و در این ساعت با مشروع خبرهایی از ایران و سایر نقاط جهان در خدمت شما عزیزان خواهم بود. امروز جمعه 2 فوریه 2024 میلادی برابر است با 13 بهمن ماه سال 1402 خورشیدی. در ادامه جمعه های اعتراضی زاهدان، امروز 13 بهمن ماه هم با وجود جو شدید امنیتی در زاهدان، سخنرانی مولوی عبدالحمید با حضور پرشمار مردم زاهدان انجام شد. امام جمعه اهل سنت زاهدان در سخنرانی خود خواستار شفاف سازی دستگاه های حکومتی در خصوص نحوه و چگونگی کشته شدن سپهر شیرانی دانشجوی بازداشتی بلوچ شد. حالبش اعلام کرد که دستگاه های امنیتی جمهوری اسلامی سعی در خودکشی نشان دادن مرگ سپهر شیرانی دارند و خانواده این جوان جانباخته بلوچ همکنون تحت فشار دستگاه های امنیتی قرار دارند. حالبش اعلام کرد که سپهر شیرانی که به دلیل فعالیت در فضای مجازی در زاهدان بازداشت شده بود زیر شکنجه جانباخته است. مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی در خطبه های نماز جمعه در مصلی زاهدان گفت دستگاه های مربوط شفاف سازی کنند و به مردم توضیح بدهند که سپهر شیرانی چگونه جان خود را از دست داده است. در همین حال منابع محلی گزارش دادند که نیروهای نظامی همانند هفته های گذشته در اطراف مسجد مکی زاهدان و خیابان های منتهی به آن اقدام به گشتنی می کنند. ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی نسبت به حمله تلافی جویانه احتمالی ایالات متحده در پاسخ به حمله به پایگاه نظامیش در اردن هشدار داد. رئیسی امروز جمعه 13 بهمن ماه در یک سخنرانی در شهر مینا به استان هرمزگان گفت ما جنگی را آغاز نخواهیم کرد، اما اگر کشور و نیروی ظالمی بخواهد برای ما قلدری کند جمهوری اسلامی ایران جواب محکمی به او خواهد داد. نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد هم پیش از این گفته بود که جمهوری اسلامی به هر گونه حمله‌ای پاسخ قاطع خواهد داد.
مقامات ایالات متحده پیش از این گفته بودند که پاسخ این کشور طی چند روز و با حمله به اهداف متعدد انجام خواهد شد. رئیسی با بیان اینکه قدرت نظامی ایران در منطقه برای هیچ کشوری تهدیدی نبوده و نیست، ادعا کرد که قدرت جمهوری اسلامی امنیت ساز است. رسانه ها در ایران امروز جمعه 13 بهمن ماه از کشته شدن سعید علیدادی، یکی از مستشاران نظامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سوریه بر اثر حمله‌ای که آن را به اسرائیل منتسب کردند، خبر دادند. خبرگزاری دانشجو وابسته به بسیج دانشجویی جمهوری اسلامی مدعی است که او در پی حمله بامداد جمعه جنگنده های اسرائیلی به جنوب دمشق پایتخت سوریه کشته شده است. پیش از این خبرگزاری رسمی سوریه سانا به نقل از یک منبع نظامی این کشور نوشته بود که بامداد روز جمعه نقاطی در جنوب دمشق هدف قرار گرفت که فقط خسارات مادی در پی داشت. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی مدعی شناسایی تعداد قابل توجهی جاسوس اسرائیلی در ایران و 28 کشور جهان در سه قاره آسیا، آفریقا و اروپا شد. این نهاد امنیتی امروز جمعه 13 بهمن ماه در بیانیه اعلام کرد تعدادی جاسوس در تهران و چند استان کشور هم شناسایی و مورد برخورد قانونی واقع شده و یا تحت مراقبت‌های امنیتی قرار گرفتند. به گزارش رسانه‌های ایران در بیانیه، با بیان اینکه برخی اراذل و اوباش دخیل در چند عملیات تروریستی در ایران هم شناسایی و بازداشت شدند، آمده که همچنین چند جاسوس ایرانی مقیم خارج از کشور شناسایی شدند. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در ادامه این بیانیه اعلام کرد که برخی از مهمترین تأسیسات پنهانی نظامی، کارخانجات تسلیحاتی و صنایع استراتژیک غیر نظامی اسرائیل هم در این عملیات شناسایی شدند. وزارت خارجه کانادا در پیامی ضمن محکوم کردن موج اعدام‌ها در ایران اعلام کرد که این کشور در کنار مردم ایران می ایستد که خواستار عدالت هستند. همزمان 24 نهاد و کلکتیو با امضای فراخوان دوم قیام علیه اعدام اعلام کردند که روز شنبه 14 بهمن ماه در 11 شهر جهان تجمع خواهند کرد. وزارت امور خارجه کانادا در پیام خود با اعلام اینکه مردم ایران خواستار عدالت و احترام کامل به حقوق بشر خود هستند، مجازات اعدام را مجازاتی ناسازگار با حقوق بشر و کرامت انسانی خواند و تاکید کرد که این کشور در هر شرایطی با مجازات اعدام مخالف است. اداره اطلاع رسانی فرماندهی انتظامی شرق استان تهران اعلام کرد که روز پنجشنبه 12 بهمن ماه یک سرباز و یکی از کارکنان کلانتری بر اثر اشتباه سهوی و تیراندازی بی هدف کشته شدند. بر اساس این گزارش، یک سرباز وظیفه کلانتری 14 پاکدشت با تیراندازی بی هدف به شکل سهوی یکی از کارکنان فرماندهی انتظامی را کشت و یکی دیگر را مجروح کرد. فرماندهی انتظامی شرق استان تهران افزود فرد مهاجم بعد از این اقدام بلافاصله در یک اقدام احساسی به سمت خود شلیک کرد. این سرباز بعد از اقدام به خودکشی به بیمارستان منتقل شد، اما بر اثر شدت جراحات وارده جان خود را از دست داد. بینندگان هشمن، در این لحظه توجه شما را به پیام‌های بازرگانی جلب می‌کنم. سرشناس‌ترین وکیل جامعه ایرانی دکتر کامران یدیدی، تصادفات اتومبیل، موتورسیکلت، صدمات بدنی، حمله حیوانات، زمین خوردگی. در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی کادر قدرتمند ما برگ برنده شما بر ضد شرکت‌های بیمه خواهد بود. فقط و فقط یک نام، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99 معتبر، برا. شمایی که بیزینس رو در دوران سخت و طاقت فرسای کرونا حفظ کردید و حقوق تمام کارمندانتون رو به طور کامل پرداخت کردید، حالا نتیجه اون رو ببینید. دولت به شما در ازای هر کارمند 26,000 دلار پرداخت میکنه. بله، 26,000 دلار. آیا شما در زمان پندمیک باز بودین؟ و حقوق پرسنلتون رو پرداخت می‌کردین؟ بله، ما در زمان پندمیک باز بودیم
و به همه کارمندا و کارگرامون حقوق پرداخت می‌کردیم و همه اونها روی پیرول بودن. فقط با تکس رزولوشن پلاس مشاغل خود را زنده و پویا نگه داشتید. خدا رو شکر IRS از طریق ERC بابت هر کارمند و کارگر به ما تا مبلغ 26,000 دلار پرداخت کرد که ما ازشون خیلی متشکریم. 866-909-001. اگر تا حالا برنج های متنوع رو امتحان کرده اید، وقتش رسیده که برنج باسماتی دانه درشت دیبا را انتخاب کنید. برنج هندی دیبا در دو اندازه های مختلف در فروشگاه های ایرانی در دسترس شماست. برنج دیبا با طعم و بوی ممتاز خود جلوه خاصی به میز ناهار و شام شما خواهد داد. احبه، چه برنجی، چه عطر و بویی. برنج باسماتی دیبا بهترین بهترین ها. جواهری پارس با مدیریت مسعود افلاطونی، شنبه ها ساعت 13 به وقت لس آنجلس، 818-377-31، 818-344-5050، از شبکه جهانی تلویزیون پارس. به هیچ وجه نگران فروش خانه، باغ، ویلا و یا دیگر اموال خود در هر نقطه از ایران نباشید. این کار در تخصص وکلای ماست. شماره تماس 818-577-77-59-7، روز هفته 24 ساعته. توجه شما را به ادامه خبرها جلب می کنم. شماری از خانواده های زندانیان سیاسی اعدام شده در ایران امروز جمعه 13 بهمن ماه در نشستی در برلین آلمان از جامعه جهانی خواستند تا بدون در نظر گرفتن منافع سیاسی و اقتصادی خود با جمهوری اسلامی صدای آنها باشند و راهی برای پایان دادن به قتل عام زندانیان و فعالان سیاسی بیابند. این نشست از سوی سازمان غیرانتفاعی اتحاد برای پایان دادن به اعدام برگزار شد. شرکت کنندگان در این نشست به نقش تمرکز جوامع بر فراخوان‌های سیاسی نه به اعدام و همبستگی جهانی بشری برای جلوگیری از اجرای احکام اعدام توسط جمهوری اسلامی پرداختند. نشست اتحاد برای پایان دادن اعدام با حضور رئیس مجمع آزادی در خاورمیانه و شماری از زندانیان سیاسی نجات یافته از اعدام و نیز برخی از خانواده های زندانیان سیاسی اعدام شده توسط جمهوری اسلامی امروز جمعه برگزار شد. نامه‌ای از زندانیان سیاسی زندان قزل‌حصار کرج منتشر شده که در آن از معاون کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل برای دیدار و گفتگو با آنها دعوت شده است. این نامه را گروه زندانیان اعتصابی سه‌شنبه‌های سیاه زندان قزل‌حصار در تاریخ 13 بهمن ماه نوشته. گروهی متشکل از 10 زندانی سیاسی که در هفته جاری اعلام کردند که از این پس در اعتراض به اعدام هر سه‌شنبه اعتصاب غذا می‌کنند. آنها در این نامه با اشاره به سفر قریب الوقوع این مقام عالی رتبه سازمان ملل تاکید کردند هر گونه گزارش یا نتیجه گیری در موضوع اعدام زندانیان در ایران توسط شما بدون بازدید از زندان قزل‌حصار و گفتگوی آزاد و بدون محدودیت با شاهدان زنده نقض حقوق بنیادین بشر در این زندان نزد افکار عمومی معتبر نخواهد بود. خبر برنامه ندا الناشف، معاون کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل برای سفر به ایران، از هفته گذشته با واکنش‌های بسیار از طرف فعالان سیاسی و مدنی و اپوزیسیون ایران روبرو شده و بسیاری به او تذکر دادند که جمهوری اسلامی از این سفر استفاده تبلیغاتی خواهد کرد مگر اینکه او شرایط سفر را تغییر داده یا در زمان آن تجدید نظر کند. این واکنش‌ها با حامد اسماعیلیون و شیرین عبادی آغاز شد و تا کنون از طرف طیفی وسیع از بازماندگان قربانیان پرواز اوکراینی تا تشکل‌های کویر ایران ادامه داشته است. اسرائیل سطح انتظارات خود از دستیابی به یک معامله جدید برای آزادی گروگان‌های اسرائیلی گروه افراطی حماس را که در فهرست سازمان‌های تروریستی اتحادیه اروپا و آمریکا است کاهش داده است. شبکه 12 تلویزیون اسرائیل
امروز جمعه 13 بهمن ماه با استناد به اظهارات شماری از وزیران دولت این کشور که در نشست بررسی جزئیات دریافت شده از میانجی معامله شرکت کرده بودند نوشت مطالبات حماس برای اسرائیل قابل عملی شدن نیست و لذا معامله برای آزادی ربوده شدگان دور از دسترس است. این وزیران اسرائیلی گفتند عوامل میانجی اساساً طرحی جامع به دولت اسرائیل ارائه نکرده و مطالبات حماس را منتقل کردند که کماکان خواهان توقف کلی جنگ و آزادی شمار زیادی از زندانیان فلسطینی است که به اتهام جرایم سنگین امنیتی علیه مردم اسرائیل محاکمه و محکوم شدند. نشست کابینه محدود جنگی و سپس نشست وسیع‌تر اعضای دولت اسرائیل بعد از آن برگزار شد که قطر یکی از دو میانجی در مذاکرات غیر مستقیم اسرائیل و حماس شامگاه پنجشنبه گفته بود که حماس چارچوب طرح معامله جدید را پذیرفته، اما مذاکرات کماکان باید چند هفته دیگر به درازا بیانجامد. حماس دیرتر مفاد بیانیه قطر را رد کرد و آن را زود هنگام نامید. کارزارهای انتخاباتی دونالد ترامپ و نیکی هیلی روز پنجشنبه در کارولینای جنوبی داغ شدند. این ایالت محل برگزاری نبرد مهم بعدی برای کسب نامزدی ریاست جمهوری جمهوری‌خواهان در 24 فوریه است. به گزارش رویترز، هیلی که آخرین رقیب باقی مانده ترامپ است، با امتناع از کنارگیری از کارزار انتخاباتی بعد از پیروزی‌های متوالی ترامپ در آیووا و نیوهامپشایر، رئیس جمهوری پیشین را خشمگین کرده است. هیلی در یک آگهی جدید و ایمیل‌های تبلیغاتی ترامپ را دروغگو، نامزد ضعیف و ترسو خواند. ترامپ که در نظرسنجی‌های کارولینای جنوبی که هیلی فرماندار پیشینان بود با اختلاف زیادی پیشتازه است، در یک رویداد انتخاباتی در کولومبیا مرکز این ایالت سیاستمداران محلی هوادار خود را برای حمله به هیلی جلو انداخت. بیل تیلر نماینده ایالتی جمهوری‌خواه و متحد سابق هیلی که اینک از ترامپ حمایت می‌کند، هیلی را یک فرصت طلب سیاسی خواند. سوات جونز، یکی دیگر از نمایندگان ایالتی حامی ترامپ، گفت هیلی در زمینه مهاجرت ضعیف عمل می‌کند. ستاد انتخاباتی ترامپ هم روز پنجشنبه روی همین موضوع دست گذاشت. ترامپ از هیلی به دلیل مخالفت وی با طرح کشیدن دیوار مرزی انتقاد کرده است. هیلی در تبلیغ جدید از سوابق خود به عنوان فرماندار از جمله امضای لایحه سختگیرانه علیه مهاجرت سخن گفت و ترامپ را به دروغگویی درباره دستاوردهایش متهم کرد. به گفته رویترز، کارزار هیلی در ایمیلی خطاب به حامیان ترامپ او را هدیه‌ای به دموکرات‌ها خواند. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که هیلی در تقابل رو در رو با بایدن پیشتازی قابل توجهی خواهد داشت، اما رقابت ترامپ و بایدن بسیار نزدیک‌تر خواهد بود. بر اساس سند راهبردی تازه منتشر شده از سوی وزارت خارجه ایالات متحده، واشنگتن با احتیاط در حال بررسی امکان حضور دوباره دیپلماتیک در افغانستان در سطح کنسولی و بدون به رسمیت شناختن حکومت طالبان است. این تصمیم نشان دهنده چرخشی در سیاست آمریکا به سمت تعامل محدود با رژیم اسلامگرای افراطی طالبان قلمداد می شود. تغییر سیاست احتمالی که با هدف دستیابی به اهداف امنیتی، سیاسی و اقتصادی اتخاذ می شود. راهبرد یک پارچه وزارت امور خارجه آمریکا برای افغانستان که در اکتبر 2023 به تصویب رسید، ضمن حمایت از دسترسی به خدمات کنسولی بر نیاز به روابط فیمابین، البته بدون شناسایی رسمی حکومت طالبان، تاکید می کند. راهبرد جدید آمریکا در 4 حوزه ماموریتی تعریف می شود: مبارزه با تروریسم، کمک اقتصادی، ارتباط محلی و خدمات کنسولی به شهروندان آمریکا در داخل افغانستان و کمک به شهروندان افغان که قصد مهاجرت به آمریکا دارند. در پی اعتصاب کارکنان قطارهای مسافری بین شهری و فرودگاه‌ها در آلمان، رانندگان اتوبوس و تراموا در این کشور هم امروز جمعه 13 بهمن ماه در برخی از ایالات آلمان به اعتصاب کنندگان پیوستند. به گزارش خبرگزاری رویترز، این اعتصاب سفرهای درون شهری میلیون ها مسافر را مختل کرده است. به گفته منابع خبری، 90 هزار راننده حمل و نقل عمومی دست از کار کشیدند.
فراخوان این اعتصاب که مدت آن 24 ساعت خواهد بود توسط اتحادیه کارگری وردی در تمام ایالات به جز ایالت بایرن داده شده بود. این اتحادیه در بیانیه‌ای مهمترین مطالبات اعضای خود را بهبود شرایط کار، کاهش ساعات کار و افزایش حقوق و تعطیلات عنوان کرده است. ارتش پاکستان امروز جمعه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که در تاریخ گذشته 24 شبه نظامی را در ایالت ناآرام بلوچستان در جنوب غربی این کشور کشته است. حملات ارتش پاکستان در شرایطی صورت می‌گیرد که انتخابات سراسری این کشور کمتر از یک هفته دیگر برگزار می‌شود. ارتش پاکستان در بیانیه خود گفت که در این حملات 4 مأمور دولتی و 2 غیر نظامی هم کشته شدند. خشونت‌های اخیر شبه نظامیان در مناطق مرزی پاکستان مقامات و نیروهای امنیتی را پیش از انتخابات پنجشنبه آینده در حالت آماده باش قرار داده است. ارتش پاکستان روز سه‌شنبه اعلام کرد که ستیزه‌جویان مسلح حملاتی را به مجتمع‌های ماخ و کالپور در ایالت بلوچستان انجام دادند. ارتش آزادی بخش بلوچ برجسته‌ترین گروه از چندین گروه جدایی طلب در بلوچستان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت. بینندگان عزیز بعد از چند پیام بازرگانی با ما باشید. دریافت سریع اقامت کانادا با برنامه استارتاپ قابل توجه کلیه افراد دارای مدرک تحصیلی دیپلم به بالا و تسلط به زبان انگلیسی در حد آیلتس 5. من دکتر اشکان عالمی مدیر عامل شرکت عالمی گروپ و من آرمان عالمی وکیل رسمی دادگستری در اونتاریو و بریتیش کلمبیا راه شما را برای رسیدن به اقامت دائم در کانادا همراه می‌کنیم. با ما تماس بگیرید. وست ساید مدیکال فارمسی در 11968 ویلچر بولوار در خدمت جامعه ایرانی. داروخانه وست ساید مدیکال به مدیریت دکتر سویل کاتوزی با همکاری تکنیسیان‌های مجرب و ارائه واکسن‌های روز. تحویل رایگان دارو به منازل شما در همه مناطق به خصوص بیورلی هیلز، ولی، وست الی و سانتا مونیکا. دوشنبه تا جمعه 10 صبح تا 5 بعد از ظهر. تلفن 310-441-1200. داروهای گیاهی دکتر سهراب خوشبین نیز در وست ساید مدیکال فارمسی موجود است. شرکت طلوع عدالت املاک، منوچهر معتمر و همکاران با همیاری وکلای رسمی دادگستری و متخصصین املاک مصادره شده در ایران، دیگر نیاز به خروج از منزل و یا مراجعه به واشنگتن را ندارید. اخذ گذرنامه، تنظیم وکالتنامه فروش در یک هفته، تنظیم صلح نامه، انحصار وراثت و مالیات بر ارث، تنظیم وکالتنامه‌های کلی و کاری، امور بانکی، صلح عمری، فقط در یک هفته، دریافت حقوق بازنشستگی، ثبت ازدواج و طلاق ایرانی، اخذ شناسنامه و کارت ملی در اسرع وقت، اخذ مجوز اوفک و نقل و انتقال ارز به آمریکا. شرکت طلوع عدالت املاک. تلفن تماس 949-202-7288 949-202-7288. درست انتخاب کنید. هدری لا گروپ، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا و نوادا. سامان هدری و همکاران، متخصص و برترین در تصادفات و صدمات شدید بدنی. رایتشر، اوبر، لیفت، تراک و موتورسیکلت با کارنامه درخشان دریافت میلیون ها دلار خسارت از بیمه ها. دفاتر سامان هیدری، هیدری لا گروپ در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. 818-818-0707 hidarilagroup.com. خبرها را دنبال میکنیم.
دزدان در شهر آلترفلد در مرکز آلمان برای سرقت از یک دستگاه خودپرداز بانک شبانه آن را با مواد منفجره تخریب کرده و ساختمان بانک را با آتش کشیدند. در این حادثه که حوالی ساعت 2 بامداد جمعه 2 فوریه رخ داد، ساختمان بانک بر اثر انفجار عمدی آتش گرفت و بعد از آن دزدان توانستند از محل بگریزند. پلیس هنوز موفق به یافتن دزدان نشده است. ماموران آتش نشانی توانستند به موقع آتش را در ساختمان 2 طبقه بانک خاموش کنند و بنابراین به کسی آسیب جانی نرسید. پلیس خسارات وارده به محل مورد دستبرد دزدان را دست کم 600 هزار یورو برآورد کرده، اما نگفته که آیا دزدان موفق به برداشتن پول هم شده اند یا خیر. پژوهشی جدید توسط دانشمندان چینی نشان داد که چای غنی از برخی ترکیبات تقویت کننده سلامتی است که روند پیری بیولوژیکی را به تأخیر می‌اندازد و نوشیدن 3 فنجان چای در روز عمر انسان را طولانی می‌کند. چای سیاه از دیرباز به دلیل فواید بالقوه آن برای سلامتی، به ویژه تقویت سلامت قلب، روده و مغز شناخته شده است. علاوه بر این، تحقیقات روی حیوانات نشان داده که فلاونوئیدها که به وفور در چای یافت می‌شوند، به طور بالقوه می‌توانند طول عمر موجودات مختلف از کرم و مگس گرفته تا موش را افزایش بدهند. محققان با نظر به داده‌های چای، نشانگرهای مختلف پیری مانند فشار خون، کلسترول و درصد چربی بدن را برای تعیین سن بیولوژیکی شرکت کنندگان ارزیابی کردند. یافته‌ها مشخص کرد افرادی که چای می‌نوشند علائم پیری بیولوژیکی کندتری نشان می‌دهند. بر اساس این تحقیق، نوشیدن حدود 3 فنجان چای یا 6 تا 8 گرم برگ چای در طول روز بیشترین فواید ضد پیری را دارد. نکته جالب توجه این بود که کسانی که چای را کنار گذاشته بودند، روند پیری بیولوژیکیشان تسریع شده بود. بینندگان عزیز، به پایان بخش خبر رسیدیم. سپاسگزارم از شما عزیزان که تا این لحظه با ما همراه بودید و تشکر میکنم از همکارم در اتاق برنامه‌نگاری شهرتی. روزگار خوش رو براتون آرزو میکنم.